إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا. سلام و هزاران سلام و هزاران درود بر همه شما خوبان هر جای دنیا که هستید. همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام و در پرتو نعمتهای بیدریق الله ذوالجلال. عزیزان، لذت بردن از نعمت‌های الله، دیدن نعمت‌های الله، دیدن این همه فضل و منی که خداوند متعال به ما بندگانش داره، یک نعمت خودش. اینی که ما احساس سعادت چطور بکنیم وقتی که نعمت رو می‌بینید و با یک قصه زیبا برنامه‌مون رو آغاز می‌کنیم که این قصه ما رو سوق میده به یک شیوه تربیتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، که اگر این شیوه رو یاد گرفتیم و در زندگیمون بهش عمل کردیم، خیلی ساده است، اگر این رو عمل کردیم دیگه در زندگی هیچ دردی، هیچ رنجی، هیچ پریشانی نخواهیم داشت. بیایید با من همراه بشید تا این رو یاد بگیریم. عزیزان، در دوروبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، کنار خونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دخت پیامبر فاطمه زندگی می کنند. فاطمه همسر علی هست. علی هم وضع اقتصادی چندان خوبی نداره و خانواده ای هست، خانواده پر از سختی ها. سعادت هست اما نیاز به یک روند خوبی برای ساختار یک سعادت بهتر دارن. در این خانه فاطمه زحمت میکشه، علی هم زحمت میکشه، هر یک از این زوجین تلاش زیاد دارند برای اینی که زندگیشون پربارتر، پرمهرتر باشه و سختیاشون کمتر باشه. اما با این وجود، خب زندگی اون زمان، مسئولیتایی که بر هر یکی از زوجین هست، مسئولیتای سنگینی هست، نمیدونم، مسئولیتای خانه، نون پختن. وقتی میگیم در اون زمان نون پختن، نون پختن خودش یک دردسری هست. آب از کجا آوردن، بعد اگر گندمی جوی هست اون رو آسیاب کردن، خمیر کردن، هیزم از کجا آوردن، تنور رو داغ کردن، این تنها شد نون پختن. حالا غذاش به همین سختی ها، اگر گوسفندی اسبی دارند، اون رو رسیدن به اون و یونجه اون و همه اینها سختی های خیلی زیادی هست که به یک خانم خانواده تحمل میکنه. دست های نازنین فاطمه دختر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همش پینه بسته، علی دستهاش پینه زده از کلنگ زدن توی باغ ها و توی زمین ها و کار و زندگی و سختی های زندگی. فرصتی هست که وضع این خانواده بهتر بشه. یک غنایمی به مسلمون ها اومده، اگر فاطمه بره و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک خادمه ای طلب بکنند که بیان تو این خونه خدمت بکنند و همراه ایشون باشن در اداره خونه، خب وضع فاطمه کم راحت تر میشه و سختی هاش کمتر. علی به فاطمه این پیشنهاد رو میده که بره پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و این درخواست رو تقدیم کنند که یک کمکی بهشون بشه. فاطمه میره اما روش نمیشه. هر وقت که میره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بلند میشن و پیشانی فاطمه رو میبوسن و کنار خودشون مینشونن، از حال روزگار زندگی ازشون میپرسن، ایشون هم که شکرگزار نعمت الهی است. روش نمیشه. یه بار دو بار میره، روش نمیشه. آخرش قضیه رو با ام المؤمنین عایشه صدیقه در میان میذاره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید نه، من این غنایمی که هست اینها رو میفروشم و به اصطلاح وضع اصحاب صفه برای من مهمتر هست. من به شما کنیز و خادم بدم، در حالی که بچه های ما توی اصحاب صفه دارن درس میخونن و علم یاد میگیرن، اونها با شکم گرسنه نمیگیرن بخوابن، امکان نداره.
بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میاند و این دستورالعمل رو به اونها یاد میدن که این در واقع یک دستورالعمل کلی است برای ما، بهش میگیم قانون تمرکز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میاند و به این زوجین قانون تمرکز رو یاد میدن، میاند و بهشون میگن که از این خادمی که شما میخواستید از این یک چیز بهتر من به شما یاد میدم، و اون این هست که قبل از خواب 33 بار میگید الله اکبر، 33 بار میگید سبحان الله، 33 بار میگید الحمدلله، و میگید بعدش هم لا اله الا الله، و میگیرید میخوابید، این براتون بهتره. برای ما اگر این قضیه رو از عمق درک نکنیم، قضیه خیلی عجیبه، من دارم سختی میکشم، دستام پینه شده، شما بگو بیگه آقا بگو الله اکبر، قضیه حل شد. نه، این قانونی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به فاطمه و به ما و به همه عزیزان یاد میدن که اسمش رو بذاریم قانون تمرکز. قانون تمرکز چی میگه؟ یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در واقع میخواند که به فاطمه و به ما یاد بدن که عزیزان من، شما وقتی میگید الله اکبر یعنی چی؟ وقتی با شما 33 بار میگید الله اکبر یعنی 33 بار تصور عظمت الله متعال رو در ذهنتون میارید. الله اکبر یعنی الله بزرگتره. الله بزرگتره از چی؟ الله بزرگتره از هر چیزی که میتونه به من ضرر برسونه، پس من از هیچ چیزی نخواهم ترسید. الله بزرگتر از هر ظالم و ستمگری، الله بزرگتر از هر قدرت موذی که بخواد به من ضربه بزنه، الله بزرگتر از همه چیز. خب 33 بار وقتی شما میایید عظمت الله رو در مورد مثلا 33 خطر شما رو تهدید میکنه، میگه خداوند بزرگتر از این، فقر شما رو تهدید میکنه، خداوند بزرگتر از اینی که فقر منو نفله بکنه، هر چیزی، و بعد سبحان الله، پاک و منزه هست الله متعال، یعنی 33 موردی که شما توش دلهوره دارید یا میشنوید اینجا اونجا، فساد عقیدتی هست، خدا پاک و منزه هست، سبحان الله از این شرکی که اینها میکنند و بت پرستی میکنند، خدا پاک و منزه است از این مثلا قبر پرستی، امامزاده پرستی، الله پاک و منزه است از همه اینها رو در تصورت میاری، عظمت الله متعال، پاک و منزه بودن الله متعال رو در تصورت میاری. اون چیزی که اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر روش میخواند مثلا قضیه رو روشن کنند، قانون تمرکز رو بذارن، روی الحمدلله هست. اونها هم هست اما اینجا الحمدلله، چون که اینها نیاز به یک مثلا یک نعمت دیگه ای داشتن، اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این قانون رو بهشون یاد میده، شما میگید الحمدلله، و این رو ما از پیامبر یاد میگیریم الحمدلله. و این سه ذکر عجیب رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یاد دادن که بعد از هر نماز ما میگیم 33 بار الله اکبر، بعد از هر نماز میگیم 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمدلله، و قبل از خواب هم که جمعاً میشه 198 بار، و در این کنار این هم شهادت میدیم به لا اله الا الله و وحدانیت الله متعال، عظمت الله متعال در تصورمون هست، اکبریت الله متعال در تصورمون هست، پاک و منزه بودن الله متعال از هر گونه نقائص و هر گونه کمی و پوچی در تصورمون هست، در کنار این الحمدلله. الحمدلله وقتی میگید یعنی هر باری با هر حمدی یکی از نعمتهای الله متعال رو در ذهنتون میارید. حالا مثلا ما شدیم فاطمه و علی، الان مثلا وقتی فاطمه میخواد بگه الحمدلله، چه نعمتهایی رو باید بیاد بیاره؟ با هر حمدی یک نعمتی رو به ذهنت بیار. نعمتها در ذهنت نمیاد، چند تا میاد؟ 5 تا میاد، همین 5 تا رو در ذهنت بیار. برای همین الحمدلله بگو، الحمدلله که من زنده ام، الحمدلله که خداوند خدای تو را حمد و سپاس که به من زندگی داری، الحمدلله بر زندگی، الحمدلله بر سلامت، الحمدلله بر ایمان، الحمدلله بر همسر نیکو و صالح، الحمدلله بر توفیق عبادت، الحمدلله امروز 5 بار نمازمو در جماعت خوندم، الحمدلله
امروز به فلانی کمک کردم، یک گرهی داشت و مشکلش رو حل کردم، الحمدلله. امروز تلاش کردم که یک کار خوبی انجام بدم، فلان کار خوب، الحمدلله. امروز به فلانی یک نصیحت خوبی کردم، الحمدلله. به فلانی روحیه دادم، الحمدلله. فلان بیمار رو عیادت کردم، الحمدلله. فلان فقیر رو کمکش کردم، الحمدلله. یعنی در نعمت هایی که و موفقیت هایی که خداوند متعال نصیبش کرده، الحمدلله بر نعمت بینایی، الحمدلله که شنوایی دارم، الحمدلله که صحت و سلامتی دارم. این الحمدلله یعنی شما میایید چند تا نعمتی که در ذهنتون هست و میبینید اینها رو روی اونها تمرکز میکنید. خب این یک نوع تمرکزی هست که شما میایید روزانه ابتدا کار اگر براتون سخته با 5 تا نعمت شروع کنید، با 10 تا نعمت شروع کنید. فقط همون 10 نعمت رو در بعد از نماز صبح که خوندید خدا رو حمد و ثنا بگویید برای همین 10 نعمتی که در ذهنتون هست. در نماز ظهر همین 10 نعمت رو تکرار کنید، حمد و ثنای الهی رو بگید. در نماز عصر و مغرب و عشا و قبل از خواب این کار رو تکرار بکنید. این رو میگن قانون تمرکز، یعنی شما تمرکز کردید، فوکس کردید بر روی چند تا نعمت. خب چه اتفاقی میفته؟ شما تو زندگی، تو ذهنت یه عالمه مشکلات و سختی ها و فلان و فلان، اینها ذهن شما رو مشغول کرده. الان شما روی یه قانون کار میکنید، بعد ببینید که خداوند متعال چه قوانینایی رو در شما فعال میکنه. بدون اینکه شما زحمت بکشید اینا خود به خود فعال میشه، زندگی شما کلن دگرگون میشه، یه چیز دیگه میشید. شما وقتی که این قانون تمرکز رو پیش میبرید، بعد از مدتی چه اتفاقی میتونه؟ بعد از یه هفته که شما هی حمد ثنای الهی رو میکنید و فوکس کردید روی نعمتهای معینی، همه این نعمتها رو بیاد میارید، نعمت صحت رو همیشه تو ذهنتون هست، نعمت ایمان همیشه تو ذهنتون هست، نعمت بچه های صالح همیشه تو ذهنتون هست، نعمت همسر خوب همیشه تو ذهنتون هست، نعمتهایی که به صلاح هر روز به صلاح یاداوریش میکنید و تو ذهنت اینها رو تونستی پیدا بکنید. بعد از اون، بعد از یک هفته یه قانونی در شما فعال میشه، قانون پاکسازی. این قانون پاکسازی میاد و ذهن شما، الان مخ شما داره برنامه ریزی میشه روی فقط همین نعمتهای پنجگانه یا دهگانه یا چند تا نعمتی که شما هر روز تکرارش رو میکنید، هر روز همین نعمتهایی که جلوی روتون هست و احساسش میکنید اینها رو تکرار میکنید و حمد خدا رو به جا بیارید. این ذهنتون الان ساخته میشه بر دیدن این نعمتها، ساخته میشه بر احساس به عظمت الله متعال، ساخته میشه بر پاک بودن و منزه بودن الله متعال از هر کوتاهی و از هر نقایص. خب و وحدانیت الله متعال هم که در ذهنت هست و تو بندگی الله رو ایجاد میکنی. این قانون پاکسازی الان فعال میشه، یعنی در ذهنت یک عالمه مشکلات و مصیبت ها بود که تو ذهنت بود، اینا همه خود به خود حذف میشه. ذهنت با برنامه ریزی شد بر چی؟ بر دیدن نعمت ها. بعد از کمتر مدتی شما با یه قانون دیگه به اصطلاح در شما فعال میشه، که این قانون دیگه چه هست؟ قانون احساس سعادت. یعنی شما احساس میکنید که چه زندگی چقدر خوبه. چرا؟ چون شما یه عالم نعمت دارید، 5 تا نعمت خداوند به شما داده و نعمت های خوبی هست که شما شکرشون رو میکنید و به این صورت شما احساس میکنید که زندگی زیباست، احساس میکنید که شما در نعمت ها غرق نعمت ها هستید. 5 تا نعمت بزرگ من دارم. الان کم کمک دیگه اینها فعال میشه. بعد چی میشه؟ یه قانون دیگه در شما فعال میشه، اون قانون تخیل به صلاح احساس سعادت و احساس اینه که الحمدلله خداوند متعال چقدر هوای منو داره، که این نعمت ها رو به من داده. خداوند متعال به من نعمت زندگی داده، چه انسان هایی که امروز وفات کردن، الحمدلله نعمت ایمان داره، اوف چقدر انسان هایی که از ایمان محرومند، الحمدلله که خداوند متعال به من زن و بچه داده، چقدر انسان هایی هستن که محرومند، الحمدلله که خداوند به من نعمت بصر بینایی داده، شنوایی داده، چقدر انسان ها محرومند. یک نوع احساس خوبی میکنی که شما انسان ویژه‌ای هستید، شما مختارید، از خداوند شما رو اختیار کرده، خداوند شما رو دوست داره که همچنین نعمتهایی رو به شما دادی، از زندگی لذت میبری. این لذت بردن زندگی و این احساس کم کم چی میشه؟ یک قانون دیگه رو در شما فعال میکنه، قانون به اصطلاح تشعشعات مثبت.
از اینجا دیگه شما از این به بعد احساس رضایت میکنید، وقتی عبادت میکنید در عبادت احساس خوشحالی میکنید، وقتی در جایی میری احساس میکنید که مغمور رحمتهای الهی هستید، از زندگیت شاکری. این باعث میشه که در با مردم رفتار درست باشه، لبخند بزنی، شاد باشی، خوش باشی. این شادی و خوشی و لبخند و اینها همه به شما انرژی میده، یعنی یک انرژی های خوبی رو شما الان تولید میکنید. وقتی جایی میرین سلام میدید، با چی دیگه اون انسان برسوده فلاکت زده بدبخت بیچاره‌ای که همیشه احساس بدبختی و فلاکت میکرد نیستید. الان شما یک انسان فرزانه و خوب و زرنگ و فهمیده و این هستید. خب این به صلاح تشعشعات مثبتی که از شما صادر شده و روی سلوک و رفتار شما اثر گذاشته، یک قانون دیگری رو در دور و بر شما فعال میکنه، قانون پژواک، که هر چه شما خوبی میدید الان شما دارید لبخند میزنید، مردم به شما لبخند میزنن، شما الان به احساس شکر و رضایت میکنید، مردم هم همچنین تعاملی رو با شما دارن، کلن تعامل و اطرافیان شما فرق خواهد کرد. اینجا یک قانون دیگری در شما فعال میشه، قانون جذب مغناطیسی، که الان شما دارید کم کم چشمات باز میشه، پنج تا نعمت نیستن، ده تان، ده تا میشن 20 تا، 20 تا میشن در کمتر از یکی دو ماه این نعمت هایی که شما میبینید میاد میرسه به 198 نعمت. شما در همین الحمدلله بعد از نمازها و قبل از چی میگید، کم کم میبینید که من غرق نعمت ها هستم. یک حالت اعتماد به نفس بسیار بالایی به شما دست میده و یک قانون دیگه‌ای در شما فعال میشه، قانون توقع، که الان دیگه حسن ظن عجیبی به خداوند دارید، همیشه منتظر چیزهای بهتر و بهتر هستید، احساس میکنید که زندگیتون بهتر و بهتر هست، هر جا میرید احساس میکنید هر اتفاقی میفته توی اون خیر میبینید، هر اتفاقی براتون میفته توقع بهترینش رو دارید. تصادفی میشه، ماشین نفله میشه، میگی که وعسا ان تکرهوا شیئا هو خیر لکم، حتما این بدی که هست توش خیری هست، حتما خداوند متعال میخواد این ماشین کلخنه قدیمی رو از من بگیره، ماشین بهتر به من بده. خونت خراب میشه، میگی حتما خداوند متعال میخواد که به من یه خونه بهتر بده. این همه اینها یک انرژی و یک نیروی در شما پیدا میکنه که همیشه زندگیش پر از شادی میشه و روز به روز دنبال توقعات و تخیلات بهتر میرین، زندگیت پر از شادی هست، پر از لبخند هست. از الله منان تمنا داریم که به ما توفیق بده تا دعاها و اذکار بعد از نماز، قبل از خواب، همه اینها رو خوب درک کنیم و بفهمیم و خوب عمل بکنیم تا زندگیمون از این رو به اون رو بشه، زندگی پر از شادی و سعادت و خنده و خوشبختی رو برای همه شما آرزومندم. الله شما را یار باد و یاور. إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع